خانم زوسموت به همراه همه دوستان به خانه مقاومت ایران خوش آمدید. از جانب مقاومت ایران و همه ایرانیانی که از ایستادن شجاعانه شما در کنار مبارزه و قیامشون دلگرم هستند، به شما درود می‌فرستم. به همه شما خواهران و برادران گرامی در اشرف سه سلام و درود داریم و از طرف همه شما و به ویژه از طرف هزار زن پیشتاز اشرفی به شما خانم زوسموت عزیز درود می‌فرستم. دوستان عزیز، کنفرانس امروز مصادفه با ایام قتل عام سال 67 در 36مین سال قتل عام 30,000 زندانی سیاسی که 90% از اونا اعضای مجاهدین بودند، به اون سربداران قهرمان درود می‌فرستیم. این قتل عام دهشتناک طی چند ماه ادامه داشت. خمینی همزمان با تن دادن به آتش بس در جنگ 8 ساله با عراق که خودش اون رو جام زهر توصیف کرد، حکم قتل عام مجاهدین سر موضع در زندان‌ها رو صادر کرد. اونها رو به این جور حلق‌آویز کردند که بر موضع خودشون در نبرد برای آزادی ایستادگی می‌کردند. این مهمترین جرم این جنبش و اعضای این جنبش در برابر رژیم ولایت فقیه. سازمان مجاهدین که به زودی 60مین سال حیات خودش را آغاز میکنه، بیش از هر چیز به نبرد با دیکتاتوری های شاه و شیخ شناخته میشه. به رغم سرکوبگری شدید رژیم آخوندی و به رغم 4 دهه سکوت بین المللی نسبت به جنایات این رژیم، جنبش مقاومت یک جایگزین دموکراتیک رو با موفقیت به پیش برده. تلاش بیوقف این مقاومت در داخل و خارج ایران و پیشروی جنبش دادخواهی دستاوردهای مهمی نصیب مردم ایران کرده. تو همین رابطه اخیراً گزارشگر ویژه سازمان ملل آخرین گزارش دوران مأموریت خودش رو درباره قتل عام سال 67 منتشر کرد. گزارشگر سازمان ملل به روشنی اعلام کرده که مقامات عالی رتبه رژیم مرتکب نسل کشی و جنایت علیه بشریت شدند. و حالا بر دولت ها و سازمان ملل که با ادامه تحقیقات جنایی حکم دستگیری و تعقیب سران رژیم، اون هم به دلیل ارتکاب به جنایات سنگین یعنی نسل کشی و جنایت علیه بشریت، رو در دستور کار خودش قرار بده. در اینجا همه حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر رو به تشکیل یک کمیته مستقل برای ادامه تحقیقات و همچنین ارائه مکانیزم‌های ضروری برای حسابرسی و همچنین پایان دادن به مصونیت از مجازات سران رژیم فرا می‌خوانم. این نام بیش از 5,000 سربدار سال 1367 که این مقاومت تونسته تو این کتاب اونها رو جمع‌آوری کنه، یعنی تازه قسمتی از نام این عزیزان ما. این نهضت ادامه دارد، جنبش دادخواهی ادامه دارد تا سرنگونی این رژیم.
دوستان عزیز، در کوران قتل عام سال 67 خانم زوسموت در رأس مجلس فدرال آلمان مهمترین صدای اعتراض در جهان غرب علیه قتل عام بود. در همون زمان، در روزهایی که ایرانیان و هواداران مقاومت در 17 کشور از جمله در آلمان به نشانه اعتراض نسبت به قتل عام زندانیان سیاسی در حال اعتصاب قضا بودند، مجلس آلمان تحت ریاست خانم زوسموت دو قطعنامه به تصویب رسوند و در اون قتل عام زندانیان سیاسی در ایران رو محکوم کرد. درود. کشتار در ایران البته در سال 1367 پایان نیافت و حاکمان ایران به این جنایت ها تا همین امروز ادامه میدهند. اما اگر در جهان غرب زمامدارانی مثل پروفسور زوسموت بودند، اخوندهای حاکم از عواقب بین المللی در قبال این همه جنایت و توحش مسون و معاف نمی شدند. سالها بعد وقتی که آخوندهای حاکم در تدارک کشتار بزرگ دیگری در اشرف لیبرتی بودند، مجاهدین خانم زوسموت رو مجدداً در کنار خودشون یافتند. به خوبی من به یاد دارم که ایشون با تمام وزن سیاسی و اعتبار اجتماعی خودش برای حمایت از مجاهدین و مقاومت ایران، همچنین مبارزه این جنبش برای آزادی ایران، در صحنه حاضر بود و همه قوای خودش رو به کار گرفت. اما به خصوص باید همدلی و همبستگی خواهرانه ریتای عزیز با هزار زن اشرفی رو یادآوری کنم. این پیوند که با گذشت سالها عمیق و محکم شده، بسیار بسیار فراتر از یک حمایت سیاسیه. سخنان ایشون درباره زنان پیشتاز و قیام آفرین رو تکرار می کنم که گفت: زنان نه تنها نیروی تغییر، بلکه نیروی سازنده آینده هم هستند. زنان نیرومندند و مسئولیت میپذیرند و آینده ایران متعلق به آنهاست. خانم زوسموت با اشراف و آگاهی نسبت به مبارزه و رهایی زنان ایران به عنوان پیشتازان نبرد علیه دیکتاتوری مذهبی، همواره مشوق اونها در این مسیر سخت و پرنشیب و فراز بوده. ایشون پیشتاز دفاع از مردم و مقاومت ایرانه و ما به داشتن چنین پیشتازی در صحنه بین المللی افتخار میکنیم. دوستان عزیز، خواهران و برادران گرامی در اشرف سر، این روزها جنگ افروزی های آخوندها توجهات و نگرانی های شدیدی در سطح بین المللی ایجاد کرده. در زیر این هیاهو آخوندها تلاش میکنند واقعیت های مهمی رو بپوشونند یا نظرها رو از اون منحرف کنند. این واقعیت ها از جمله شرایط بسیار متزلزل رژیمیه که موجودیت خودش رو در خطر میبینه و دیگری جریان جهش یافته اعدام ها و همچنین سرکوب وحشیانی که نسبت به مردم ایران اعمال میکنه. اما تحول مهمی که پرده از پوسیدگی و
بی‌ثباتی بنیادی این رژیم برداشته این بود که مردم ایران 5 رشته انتخابات رژیم در فاصله ماهای اسفند تا نیمه همین تیر ماه رو در ابعاد بی‌سابقه‌ای تحریم کردند. جامعه ما که از قبل در قیام‌های بزرگ خواست خود برای سرنگونی این رژیم رو بیان کرده بود، این بار همون خواست نیرومند رو با تحریم‌های گسترده تکرار کردند. رئیس جمهور جدید رژیم مکررن تأکید میکنه که برنامه جز اجرای دستورات ولی فقیه نداره، یعنی مؤلفه های اصلی سیاست خامنه ای شامل سرکوب داخلی، جنگ افروزی خارجی و پروژه بمب‌سازی اتمی بی کم و کاست ادامه پیدا میکنه. هدف اون اینه که برای رژیم به خصوص در مقابل با قیام ها بتونه زمان بخره. اون اعلام کرد که اومدنم به این جهت بود که نظام رو در خطر میدیدم. در اولین هفته بعد از روی کار اومدن رئیس جمهور جدید، تنها در یک روز، یعنی در روز 17 مرداد، 29 زندانی فقط در 2 زندان در کرج حلق‌آویز شدند. هفته گذشته همزمان با معرفی کابینه اون 5 زندانی دیگه دوباره اعدام شدند و به طرز جنایتباری بعد گفت که فقط در یک ماه گذشته بیش از 100 نفر تا الان اعدام شدند. این اعدام ها به همه به خوبی نشون داد که هیچ چیزی در سیاست های اساسی این رژیم که بر اختناق و کشدار و جنگ خارجی متکیه قابل تغییر نیست. و چنان که مسعود گفته، کار خامنه ای قتل عام، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بشر انسان دوستانه و کنوانسیون های بین المللی مدافع حقوق انسانیه. راه حل و تغییر در دست مردم و مقاومت ایرانه و اون همانا سرنگونی تمامیت این رژیم جهل و جنایت آخوندهاست. دوستان عزیز، آخوندها با شدت بخشیدن به عملیات کنترل و اختناق و همچنین کارزار شیطان سازی و دروغ پردازی علیه جنبش مقاومت نتونستند روند گسترش کانونهای شورشی رو کند کنند. رژیم از آذر ماه گذشته یک محاکمه غیابی برای سازمان مجاهدین و 104 تن از اعضا و مسئولان این مقاومت در تهران برگزار کرده. در جلسات این به اصطلاح محاکمه، اونها هر فعالیت مبارزاتی و فداکارانه مجاهدین رو جرمی بزرگ، اون هم با مجازات‌های سنگین عنوان می‌کنند تا مردم و به خصوص نسل جوان رو از رو آوردن به این مقاومت منصرف کنند. در سطح بین المللی تظاهرات بزرگ ایرانیان در آلمان با حضور شخصیت‌های بین المللی، اجلاس سالانه این مقاومت و اعلام حمایت بیش از 4000 نماینده پارلمان و 137 تن از رهبران و همچنین مقامات ارشد سابق از برنامه مقاومت و همچنین انتشار گزارش اخیر نماینده ویژه ملل متحد در مورد قتل عام سال 67 و توصیف اون به عنوان نسل کشی، آخوندها رو به غایت به وحشت انداخته. افشاگری های مقاومت ایران در مورد شبکه تروریستی رژیم در اروپا و استقبال مقاومت از اقدام دولت آلمان برای بستن مراکز جاسوسی و تروریسم رژیم در هامبورگ
و همچنین تفتیش 53 مرکز از توابع وابسته به اون خشم آخوندها رو و عوامل اونها رو علیه این مقاومت برانگیخته. اخیراً وزارت اطلاعات آخوندها در سیرک دادگاه قیابی توسط یک آخوند به نام آخوند صداقت اعلام کرد که حکم همه مجاهدین به دلیل سرکشی در برابر خمینی و خامنه‌ای بغی یعنی اعدام است. همزمان به یک بازی تکراری و مبتذل علیه مقاومت ایران رو آورده و با بکار گرفتن یک خبرنگار دوست در صدد اینه که با برگ سوخته دوباره کودک سربازان قرن گذشته و اکاذیب تکراری و نخنما از طریق همین خبرنگار آلمانی به شیطان سازی از مقاومت ایران بپردازه. سال گذشته فاش شد که شبکه ای از عوامل رژیم که توسط وزارت خارجه‌اش هدایت میشه مناسبی اون هم در بالاترین سطوح وزارتخونه های دولت های غربی به دست آوردن یا خودشون رو کارشناسان معتبری در مورد مسئله ایران جا زدند تا بر سیاست غرب اون هم به سود رژیم استبداد مذهبی تأثیر بذارن. برخی از این کارشناسان حتی از دولت‌های اروپایی مبالغ بسیار بسیار قابل توجهی بودجه دریافت کردند. حرف آخوندها و حامیان مماشات اینه که این رژیم آلترناتیوی نداره، مجاهدین و شورای ملی مقاومت در جامعه ایران پایگاهی ندارن و مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم به ثمر نمیرسه. مدافعان مماشات با فاشیسم دینی چیزی جز تکرار این تئوری جعلی ندارن که البته توسط خود رژیم آخوندی ابداع شده. این بهترین مشوق برای این رژیمه و در اعدام‌های افسار گسیخته و کشتار و جنگ دست اون رو باز می‌کنه. و باز واقعیت انکارناپذیر اینه که این مقاومت پاشنه آشیل رژیم آخونده است. طرح اتهامات دروغ علیه این جنبش، اتهاماتی مثل سکت، مثل کیش شخصیت و سرکوب اعضای خود این جنبش توسط خودش و همچنین باز اتهاماتی مثل کودک سرباز و و و در واقع اینها همه اجابت خواسته آخوندهاست. بله، آخوندها باید گفت که بسیار مستصل شدند و در هراس از قیام دیگر و سرنگونی خام خیالانه تلاش می‌کنند آلترناتیو دموکراتیک و معتبر رژیمشون یعنی شورای ملی مقاومت و نیروی محوری اون رو با شیطان سازی بی اعتبار کنند. اما این ترفندها دیگر کارایی ندارد. دوستان گرامی، برای بیش از 3 دهه مقاومت ایران با استناد به صدها افشاگری و انبوه مدارک و شواهد عینی این حقیقت رو اعلام کرده که سرمار جنگ افروزی و تروریسم در تهران و چاره اون سرنگونی فاشیسم دینی به دست مردم و مقاومت ایران. این مهمترین درسیه که تراژدی جنگ در خاورمیانه تو این 11 ماه به همه جهان نشون میده. در این دوره همه دیدن که بانی و طرف اصلی جنگی که از 15 مهر ماه سال 1402 شروع شده خامنه‌ایه.
جنگ در دریای سرخ مستقیما از بیت خامنه ای هدایت میشه. گروه های شبه نظامی تروریست در عراق، سوریه یا لبنان فرمانشون رو از بیت خامنه ای میگیرن و صرف نظر از گروه های نیابتی، همین رژیم از آغاز سال جدید میلادی تا به حال به طور مستقیم به 3 کشور خارجی حمله موشکی کرده. واقعیت اینه که آخوندها از ریخته شدن خون مردم بیگناه، چه فلسطینی و چه یهودی، سود میبرند و میخوان اون رو سپر بلای حکومت پوسیده خودشون در برابر قیام‌های مردم ایران بکنند. مقاومت ما از سالها پیش خواستار خلعیت از این رژیم در تمام منطقه شده و با اجرای چنین سیاستی ولایت فقیه دیگه تکیگاهی نخواهد داشت. چنانچه سیاست مماشات با این رژیم در کار نبود، این فاجعه که امروز سراسر منطقه رو در خودش پیچیده میتونست پیش نیاد و تاریخ این منطقه به این وضعیت فاجعه بار محکوم نبود. اون وضعیتی که میبینید در گرداب خون و نابودی داره به سر میبره. سیاست صحیح کنار گذاشتن هر گونه مماشات با این رژیم و در پیش گرفتن یک سیاست قاطع در قبال اون و به رسمیت شناختن مبارزه مردم ایران برای سرنگونی رژیم آخوندهاست. اجازه بدید که نکاتی رو که ذکر کردم در چند محور به طور خلاصه جمع بزنم. اول اینکه فاشیسم دینی بانی و یک طرف اصلی جنگ خاورمیانه است. جهان با تأخیر بسیار به این حقیقت چشم باز کرده که این رژیم تهدید صلح و امنیت منطقه و تمام دنیا است. دوم، روی آوردن رژیم به جنگ برای فرار از سرنگونی. نارضایتی شدید در جامعه ایران و آمادگی اون برای یک قیام دیگه، گسترش کانون‌های شورشی و کارزارهای اونها و همچنین وخامت بیش از حد اقتصاد کشور و جنگ و جدال در درون هیئت حاکمه رژیم رو در موقعیت سرنگونی قرار داده. اما خامنه‌ای قدم به قدم در باطلاق جنگی فرو میره که خودش برای نجات رژیمش شروع کرده و این جنگی که لاجرم همچنان که بارها این مقاومت اعلام کرده بازنده استراتژیک اون رژیم و شخص خامنه‌ایه. و سوم، آخوندها که برون رفتی از این بحران‌ها ندارند، علاوه بر سرکوب و جنگ افروزی به تیره کردن اوضاع و تلاش برای منحرف ساختن اصفهان رو آوردن. تو همین راستا اتهام‌های دروغ علیه جنبش مقاومت در همه جا پخش می‌کنند و عوامل خریداری شده خودشون رو برای آلوده کردن صفحات روزنامه‌های اروپایی به کار می‌گیرند. ما همه می‌دونیم که پروژه شیطان‌سازی مقدمه و زمینه‌ساز اقدامات تروریستیه و واقعی سوء قصد به پروفسور آلخویدال کوادراس در مادرید یا حمله به دفتر شورای ملی مقاومت در برلین و یا دفاتر وابسته به مقاومت در لندن و پاریس در این شماره. و چهارم، حقیقت اصلی اینه که رژیم آخوندی در برابر اعتلای جایگزین دموکراتیک و در برابر
خواست قدرتمند مردم ایران برای آزادی محکوم به شکست و محکوم به سرنگونیه. در اینجا صحبتام رو با عنوان الهام بخش کتاب خواهر عزیزم پروفسور زوسموت به پایان میبرم که میگه هر کس که مبارزه نکند پیشا پیش شکست خورده است. این حقیقت روشنی برای من و مقاومت ما و همه اعضای این جنبش و خواهران و برادران ما در اشرف اسرائیل. همین اعتقاد عمیقی که ما رو در مقابل همه سختی ها، رنج ها و اتهامات روین تن کرده. آزادی ایران و مردم ایران برای ما سوگندی است که تا پای جان بر آن پا می فشاریم. درود بر شما خانم زوسموت عزیز، همه یاران این مقاومت و با تشکر از همه شما.